والی تخار پس از سفر اخیرش به قندهار اینجا در نشستی با مسئولان محلی و باشندگان این ولایت ارشادات و خواستهای زعیم امارت اسلامی را برای آنان بیان نمود. مولوی عبیدالله امینزاده در این نشست تاکید میکند امارت اسلامی افغانستان به خاطر اسلام و عملی شدن حدود الله در کشور مبارزه کرده است و خواست زعیم امارت اسلامی این است که دین و ارزش‌های اسلامی در اولویت کاری هر مسئول بوده باشد. مردم آزاد وقتی می شوند که به غیر از قانون الله و به غیر از حکم الله دیگه بالاشان حکم هیچ کس، قانون هیچ کس تطبیق نشود. امروز اصلاح امت به دوش شماست. اصلاحات معنوی هدف اولین است. با گفته ای آقای امینزاده بر بنیاد خواست زعیم امارت اسلامی نظام اسلامی در کشور حکم فرما است و باید علیه افکار سکولاریسم، نشنالیسم و کمونیسم مبارزه نموده و در راستای عملی شدن ارزش های اسلامی و اخلاقی تلاش صورت گیرد. جهاد ما و شما، مبارزه ما و شما علیه افکار کمونیستی، علیه افکار سکولاریستی یا علمانیت لادینی و علیه افکار نشنالیستی یا قومپرستی باید ما و شما مبارزه کنیم. از سوی هم شماری از مسئولان و باشندگان تخار با خرسندی از ارشادات رهبری امارت اسلامی میگویند اطاعت از امیر واجب است و باید تمام مردم به خاطر اصلاح جامعه و تطبیق شریعت اسلامی در کشور تلاش نمایند. ارشاداتی که جناب والی صاحب ولایت از امیر المومنین صاحب آوردن برای ما نقل قول کردن، برای مسئولین و منصوبین امارت اسلامی عمل در کار است. و ما مردم این ضرور است که ما همه فرامین سر خود تطبیق کنیم. از طرف مسئولین که میشنویم باید در همه جا در تمام نقاط افغانستان تطبیقش بالکل حتمی و ضروری است. والی تخار همچنان در این نشست از نهادهای مسئول خواست به خاطر جلوگیری از فساد اخلاقی، سنت های ناپسند و رشکن شدن کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور بیش از پیش تلاش نمایند.